دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر، کز دی و دد ملولم و انسانم آرزوست. زین همراهان سست عناصر دلم گرفت، شیر خدا و رستم دستانم آرزوست. معراج انسان نهایی ترین هدف نظام تعلیمی و تربیتی اسلام عزیز در این است تا انسان با اخلاق تقدیم جامعه کامل و هدفمند انسانی گردد. برنامه پیرامون شناخت جایگاه و مقام انسان. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه و بارک و سلم بعدد کل شیء معلوم لک. با عرض سلام و ارادت محضر شما بینندگان محترم برنامه معراج انسان از تلویزیون معراج، خداوند پاک را نهایت سپاسگزار هستم و بسیار خوشحال هستم و شادمان که با تهیه و پخش دومین برنامه ما در خدمت شما عزیزان تاج سر قرار دارم و امیدوار هستم که از داشته های این برنامه هم ازم استفاده ببرید. ما منتظر دریافت انتقادات، پیشنهادات سالم شما هستیم که اگر برنامه خوب است خوبتر بشه، چون من هدف دیگری ندارم که ما وقت برنامه را تهیه میکنم و ثبت میکنم، فقط در ایست که آنچه به عنوان امانت الهی بر من نصیب شده از دریچه این تلویزیون هدفمند من تقدیم حضور شما بکنم که در زندگی شما، در گفتار شما، در رفتار شما و در پندار شما تغییرات مثبت ایجاد بشه. و قطعاً وظیفه هر انسان ایست که انسان باید چی باشه؟ آینه برادر مسلمان باشه. و وقت ما آینه شدیم مشخص است که آنچه داریم بر شما منتقل کنیم و شما آینه ماستین که نواقص کار بر ما چی بکنین منتقل بکنین. عزیزان صاحب دل، در برنامه نخست ما پیرامون جایگاه انسان صحبت کردم و در این برنامه میخوام پیرامون صفات و مقام مسلمان و مؤمن صحبت بکنم که وقت انسان اقدر مجد و عظمت در نزد خدا داره، پس خود مسلمان از چی جایگاه برخوردار هست و در میان انسانها خود مسلمان که امو برگزیده خداست و خدا ای را دوست داره، ای دارای چی صفات است و دارای چی مقامات و چی مراتب است که من خدمت شما عرایزی دارم. عزیزان پیرامون انسان مفصل صحبت کردیم. این انسان خداوند باز به گونه دیگر میخواهی که تفسیر بکنه و بر ما ای را معرفی بکنه. میفرمایی که والعصر، خداوند قسم یاد میکنه که قسم به عصر و زمانه و قسم به عصر تابناک تو ای محمد پیغمبر آخر زمان که عصر معدلت و عصر عدالت و عصر مهرورزی و شفقت و انسان پروری است. ای محمد قسم به عصر و زمانه و قسم به عصر تابناک تو که ان الانسان لفی خسر، این انسانی که ما ساختیم چون دارای نفس است، این نفس گاهگاه برای انسان چنان حاکم میشه، چنان فرمانده میشه که این انسان رهسپار دیار خسران میشه. اما به ادامه این آیت خداوند بر شکست دلان میفرمایه که الا الذين امنوا، مگر کسایی که ایمان آوردند، کسانی که مسلمان راستین هستند، کسانی که تسلیم شدند به خدای پاک و به قوانین الهی، اینها از جمله خسران کنندگان نیستند. پس از ایمان و عمل و صالحات، اینا عمل صالح باید انجام بدن که تنها به ایمان و به قول معروف به گفتن به زبان و تصدیق به قلب نمیشه. وقتی ما به زبان اقرار کردیم به وحدانیت خدا و به بعثت پیامبر، در قلب هم تصدیق کردیم، گام دیگر ما یا قدم دیگر ما عمل صالح است. عزیزان و تواصل بالحق و تواصل بالصبر، ما باید چی بکنیم؟ در راه حق و در راه حقانیت گام گذار باشیم، یعنی حق پسند باشیم، حق شنو باشیم و حقگو باشیم که ای باز یک شرح و تفسیر دیگر داره. و تواصل بالصبر، در مقابل خود مصائب و مشکلات باید ما چی بکنیم؟ با متاع و زیور خود انمو صبر باید ما آذین ببندیم. این چهار خصوصیت یا ویژگی است که انسان از خسران و از خود زیان چی میکنه؟ باز میداره. عزیزان ما دو چیز داریم، یکی زیان داریم یکی خسران. زیان همون ضرر است و نقصان
که انسان مثلا جنس رو میخرد، جنس رو پس میفروشه، چی میکنه؟ نقصان میکنه یا به اصطلاح ضرر میکنه و زیان میکنه. اما خسران معنای دیگری دارد. حضرت فخر رازی که 800 سال قبل مسندنشین علم و ادب و عرفان این شهر بودند و مفاتح الغیب و یا بزرگترین تفسیر کبیر جهان اسلام را نوشته کردند، اونا میفرمند که روزها روزا فکر میکردم که این خسران از زیان چی تفاوت داشته باشند. میگن یک روز هوا بسیار گرم بود، به خانه بودم، یخ فروش صدا میکرد که ای مردم بیایید و یخهای مر بخرید که من امروز نزدیک است که خسران بکنم. میگن برای من حالت پیدا شد و بیرون شدم به کوچه و از یخ فروش پرسان کردم که تو چرا امروز میخوای که خسران بکنی؟ او گفت که همه روزا من یخها خودم میفروختم فایده میکردم، بعضی روزها هم که هوا گرم بود و یا ای که مشتری نداشتم مقدار چی میکردم؟ نقصان میکردم و زیان و ضرر میکردم. اما امروز تابستان است، تموز است، هوا بسیار حرارت داره و بسیار گرمای شدید است، تمام یخها همه چی شده، باز شده و آب شده و من خریدار ندارم. یعنی بیمانه که سرمایه کلان امروز چی شد؟ از بین رفت. فخر رازی میگن که من اشک ریختم، اشک مسرت و خوشحالی که خدایا شکر که این معنی خود خسران را هم از یک فروش من چی کردم؟ بیاموختم و یاد گرفتم. عزیزان، تمام انسان های روی دنیا که ساخت خدا هستند، خداوند سوگند یاد میکنه که همه بندگان ما، همه انسان ها اینا رهسپار دیار خسران میشن. اما کسانی که ایمان دارند، کسانی که عمل صالح دارند، کسانی که به حق گفتگو دارند و حق پسند هستند و کسانی که صبر پیشه میکنند، اینا از جمله خود خسران کنندگان نیستند. حضرت سرور کائنات میفرمایند که اگر دو روز ما به یک عنوان بگذره، حتی بهتر بفهمیم که اگر دو روز یک انسان به یک منوال بگذره که از دیروز تا امروز تفاوت مثبت، حرکت مثبت، جهش مثبت در فکر و ذکر خود این انسان، در فکر و انمو نیت انسان تغییر ایجاد نکرده و یا به اصطلاح ایجاد نشده و تغییر مثبت ایجاد نکرده، این انسان از جمله خسران کنندگان هست. تکرار بکنیم، پیامبر اکرم میفرمایند که اگر دو روز یک انسان مسلمان به یک منوال بگذره که امروز بهتر از دیروز نباشه و فردا هم بهتر از امروز، این انسان اهل خسران هست. پس ما باید حرکت را آغاز بکنیم که نه از جمله زیان کنندگان باشیم و نه هم از جمله عیاذن بالله خسران کنندگان. عزیزان، چون بحث ما پیرامون خود جایگاه و صفات خود انسان مؤمن و مسلمان هست، در اینجا آغازگر بشیم یک بحث دیگری که در قرآن وقت خداوند میگه که یا ایها الناس، در اینجا دیگه همه مردم مخاطب خود خداوند هستند، عموم مردم، همه مردم اونا چی هستند؟ اینها مخاطب خدا هستند. اما وقت خداوند اعلان میکنه که چی؟ یا ایها الذین آمنو، یا وقتی خدا یا ایها الناس گفت مشخص است که همه مردمند، اما وقتی یا ایها الذین آمنو گفت، اینجا خاصان مسلمانان و مؤمنان پاک دلی که اونها دیگه تسلیم به خدا شدند، مخاطب خدا هستند و خداوند به اینها پیامهایی داره که بر دیگران ندارد. خداوند برای عموم حرفایی داره، اما وقتی که خاص شد، وقتی مؤمن شد، وقتی مسلمان شد، وقتی به زیور ایمان ای آراسته شد، مشخص است که با همون ندای یا ایوالذین آمنو پیامهای خاصتر نصیبه چی میشه؟ این مردمان حقبین و راست را و راست شنو میشه. عزیزان، اساسا مؤمن ایمان آورنده به خداست، مسلمان کسی که تسلیم به خدا شده و مؤمن کسی که ایمان آورده به خدا و پیامبر. چرا؟ اطاعت از پیامبر اطاعت از خداست. این پیامبر آمده که بت‌ها را بشکنند، ترتیبی که امو بت‌های خود کعبه شکست. همچنین متابعت از سنت پیامبر بت‌های نفسانی داخل قلبمان بشکنند. بنابراین ما وقتی مسلمان هستیم قطعا باید تابع خدا و پیامبر خدا باشیم. پس مسلمان در یک کلمه تسلیم شونده به خدا و به پیامبر خدا. عزیزان، وقتی ما به یک سفر به اصطلاح خارجی میریم، به یک سفر خارج از کشور میریم، قطعا ما تابع مقررات هستیم، درشی میکنیم، به قول معروف پاسپورت همراه ما هست، مقدار کوشش بکنیم که قانونمندتر صحبت بکنیم، قانونمندتر حرکت بکنیم و در مجموع قوانین و ضوابط و مقررات و کشور را مد نظر داشته باشیم.
وقتی در یک شرکت به صفت کارمند کار میکنیم، ما خود به تمام قوانین و مندرجات و مقررات خود چی میکنیم؟ واقف میسازیم. وقتی به داخل یک اداره میریم به صفت یک کارمند رسمی، ما کار میکنیم و به عنوان کارمند دولت با شامل میشیم، لایه وظایف خود میخوانیم، ما در اینجا مقررات میخوانیم که تابع رعایت مندرجات و قوانین و مقررات خود اداره هستیم. وقت تالیف به جا میشه، سوگند میخوریم به یک اداره، به یک ارگان دولتی میخوایم ما کار بکنیم، تالیف یک جمله اساسات است. سوگند میخوریم که ما خیانت نمیکنیم، صداقت پیشه هستیم و خدا را در هر حالت حاضر و ناظر میدانیم و آمدیم که برای مردم چی بکنیم؟ خدمت بکنیم. اما با کمال تاسف در حالی که تالیف در بعضی جاها هست، وجدان در اینجا حاکم است، چون میگن که وجدان محکمه است که ضرورت به قاضی ندارد. متاسفانه بعضی پس از خود تالیف و سوگند خوردن، گویا اینا سوگند خوردن که هیچ وقت صداقت پیشه نکنن و متاسفانه اینا دست به چی میزنن؟ به خیانت میزنن. در حالی که تالیف کردن، در حالی که سوگند یاد کردن، متاسفانه بیراه میرون و هم به خود خدمت خیانت میکنن و هم به خود جامعه و مردم و تاریخ. اولین تالیف انسان مؤمن مسلمان گفتن لا اله الا الله و محمد رسول الله است. لا اله هیچ خدای دیگر نیست. خدایان باطل همه محکومن و مردود و به اصطلاح طرد شده. الا الله مگر خدای واحدی که قادر است، علیم است، قدرت داره، عفو است و آفریدگار ماست و خداوندی که با 99 اسم به او میشناسیم. بعد از اینکه ما نفع همه الهه های به اصطلاح باطل کردیم، به حریم اثبات الا الله داخل شدیم، بعدن بگیم که محمد رسول الله. محمد هم رسول خداست که آورنده این کتاب و آورنده هدایت الهی است. حضرت شیخ احمد سرهندی مجدد الفسانی میفهمن که لا الهه مشخص است که چی؟ نفی است، یعنی طریقت است. الا الله چی است؟ حقیقت است. و محمد رسول الله هم چی است؟ شریعت است. ببینیم که شریعت و طریقت و خود حقیقت با همدیگر چیگونه در خود آینه لا اله الا الله محمد رسول الله آورده شده که انسان های صاحب دل از این سمقام باید اینا چی بکنن؟ کسب فیض و ارادت تر بکنن. حضرت شیخ الاکبر محی الدین ابن عربی حرف بسیار مقبولی دارن برای ما مسلمان ها. اونا میفرمند که ای کاش ما یا بعضی از ما مسلمان ها و کسانی که خودم مسلمان داریم معنای سلام کردن به دیگران بفهمیم. روز هزار بار برای مردم میگیم سلام علیکم و رحمت الله. حضرت شیخ الاکبر میفرمایند که وقت شما دست بالا میکنیم میگیم که السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و یکی میگیم سلام بر شما، این سلام به معنای عزیز که ای برادر مسلمان، ای خواهر مسلمان، ای کسی که تو به عنوان مؤمن و مسلمان در جامعه با ما زندگی میکنی، به عنوان هموطن همشهری، با خبر که عزت تو، آبروی تو و همه داشتای تو از دست ما به سلامت است. این سلام معنی از ایست که ما اعلام میکنیم که ای برادر مسلمان، چون من مسلمان هستم، بدان که همه چیز تو به خاطر رعایت امر خدا همه چیز چی است؟ در سلامت است و هیچ وقت از طرف ما آسیبی نمیبینیم. چقدر حرف بسیار مقبولی که ما در این عطف توجه بکنیم که وقت به حریم مقدس دین آمدیم، وقت مسلمان شدیم و برای برادر میگیم السلام علیکم و رحمت الله، به این قول خود ما چی بکنیم؟ وفا بکنیم. آبروی مردم، عزت مردم، مال مردم، خون مردم، همه چی هست بر ما حرام است که اینا ما بریزانه و اینا پامال بکنیم. از پیامبر اکرم پرسان کردند که آیا انسان مسلمان گاه نماز را ترک میکنه؟ خیلی جالب است. پیامبر فرمودند که انسان هست، گاه شاید به خواب بمونه و شاید که چی بکنه؟ گاه این نماز از پیش ترک باشه. یک دو گناه و معصیت دیگر پرسان کردند که ای پیامبر، شاید مسلمان این کار را بکنه؟ پیامبر گفتند بله. به قسمت آخر سوال کردند که ای حبیب خدا، انسان مسلمان دروغ هم میگه؟ پیامبر گفتند ابدا، چون الکاذبو چی؟ عدو الله. کسی که کذب بر پیشه میکنه، کسی که دروغ میگه، دشمن خداست. یعنی به این معنی که پیامبر میگن که مسلمان گاه نماز از پیش ترک میشه، شاید یک وقت روزه خدا بخوره، شاید یک گناه دیگر انجام بده، اما مسلمان هیچگاه دروغ نمیگه. ای محمد،
ای رهبر کامل بشریت، امروز سر از آستان نورانی و متعر خود بیرون کن و ببین که بعضی از ما مسلمان ها چقدر متاسفانه با دروغ زندگی میکنیم، با دروغ سیاست میورزیم و با خود علمو دروغ به قول معروف خود بر مردم تحمیل میکنیم تا ای که ما به اهداف شومی که داریم برسیم. به هر حالت حضرت مولانا حرف بسیار جالبی دارن به ارتباط مقام مسلمانی که چقدر مقام مسلمانی اصلا به رسم است و به اسم نیست. ما متاسفانه به اسمها در قالب اسمها و مقامات خود چی کردیم؟ محصور و محبوس کردیم. ای دل، اول از خود شروع میکنن حضرت مولانا، بردگران میگن ای دل تو دم موتی سبحان نشدی و از کار بدت هیچ پشیمان نشدی. صوفی و فقیه و زاهد و دانشمند این جمله شدی ولی مسلمان نشدی. ببینین ما واقعا متاسفانه گاهگاه پابند آب و گل چی هستیم؟ اسم هستیم، قالب هستیم و به قول معروف مقامات. اما اصل گپ در خود اسلام عزیز از رسم شروع میشه، از عنعنات و از فرهنگ شروع میشه، از اعمال و گفتار و رفتار و پندار شروع میشه که حضرت مولانا روحت شاد که در این چی پیامی داره که بیاییم ما مسلمان بشیم، تسلیم به خدا بشیم کاملا، بعدا اعمال ما چی میشه؟ انسانی میشه و اسلامی میشه. عزیزان، مسلمان یعنی آراسته به زیور اخلاق و انصاف و مکارم اخلاقی. هر کس به هر لباسی که بود، به هر سن و سالی که بود، اگر با اخلاق بود، اگر با انصاف بود و اگر با مکارم اخلاقی که پیامبر فرمودن که ما بودم مکارم اخلاقی رو به پای اتمام برسانم، اگر به زیور مکارم اخلاقی ایچی بود، آراسته بود، زی سعادت زو سر تزیم به مقام والا زو فرود بیاریم که ای اسلام خود مسلمانه، امون مکتب خود اسلام عزیز است، مسلمان ناب مکتب ناب اسلامی است. مسلمان چقدر جالب است که پیامبر اکرم میفرمایند که مسلمان کامل کسی است که هر چیز بر خود میپسنده بر دیگرا هم بپسنده و هر چیزی که بر خود نمیپسنده بر دیگرا هم نپسنده. عزیزان، اگر ما همین فرموده حضرت سرور کائنات محمد پیغمبر آخر زمان، سالار سرخ رویان دنیا و سرور سفید رویان محشر پیامبر عظیم شان اسلام محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم را ما واقعا بشنویم، به این عمل کنیم و به عمل خود اخلاص داشته باشیم، 90% مشکلات جامعه انسانی و اسلامی ما رفع میشه. عزیزان، چیزی که بر خود نمیپسندیم بر دیگرا هم نپسندیم و چیزی که بر خود میپسندیم بر دیگرا هم بپسندیم و چیکار کنیم او روا داشته باشیم. اگر همین حدیث واقعا الگو بشه بر ما، اگر به عنوان مسئله یک عنوان زندگی ای برای ما مشخص و معین بشه، قسمت اعظم مشکلات دنیایی ما رفع میشه و هرگاه ما در دنیا ما قدم بر همو مندرجات بیمن در راهی که پیامبر بر ما تعیین کرده قدم در این راه گذاشتیم، مشخص است که از سرخ‌ریان دنیا هستیم و از سفیدریان محشر. عزیزان، مسلمان یعنی نماینده خاص خدا در روی زمین. یعنی مسلمان کسی است که مردم از دست ازی و از زبان ازی اذیت دگه نیستن. چرا؟ چون این دست رحمانی است، این به فرمان رحمان برای ادای خدمت برای دیگران چی میکنه؟ به حرکت میآید. این زبان دیگه غیبت نمیکنه، زبان مسلمان. این زبان دیگه فحش و دشنام بر دوست و آشنا و بیگانه نمیده. به این معنی که وقت دست و زبان و چشم و گوش ما رحمانی شد، ما مسلمان هستیم و از دست و گوش و چشم و زبان رحمانی غیر از حرف خوب دیگه چیزی بر نمیآید. مسلمان در یک کلمه، مسلمان کسی است که پشت به شیطان کرده و رو به رحمان کرده. زی سعادت انسان هایی که رابطه خود با شیطان قطع کردن، با آستان و حریم حضرت رحمان سر فرود میارن و در نماز میگن که ایاک نعبد و ایاک نستعین و در آخر میگن که اهدنا الصراط المستقیم و سر خود به سجده میگذارن مانند یک توبه، میگن که سبحان ربی الاعلی. این انسان ها انسان هایی هستند که اینها پشت به شیطان دارن و رو به رحمان. انسان در خلقت خود ایمان فطری داره. عزیزان، کافر و مسلمان، هر انسانی که به دنیا خلق شده ایمان فطری داره، اما مسلمان با طاعت و عبادت خالصانه وارد حریم خود ایمان کسبی میشه. اما کسانی که منکر خدا هستند، او ایمان فطری با اونو هست تا دم مرگ، که هر وقت اگر برگردند مشخص است که او میتونه که به برکت داشتن گنجینه عظیم ایمان فطری به حریم خود ایمان کسبی هم قدم برداره و داخل بشه.
عزیزان، مردمان مسلمان، بزرگان ما و شما و گذشته های ما، شما مردمان با انصافی بودند. با آقا سید اعظم شاه سرویستانی که یکی از اکابر علم و عرفان شهر ما بودند حدوداً 100 سال قبل، کسی گفت که جناب حضرت آقا سید، هر چه ما اعمال و گفتار و رفتار شما میبینم، شما از جمله اولیای خدا و از جمله دوستان خدا هستید. میگو مبارک خنده بسیار عارفانه کرد، گفت بله، من از جمله اولیا هستم، من ولی خدا هستم، دوست خدا هستم، اما به مقایسه خدا کافرا. حتی او به اصطلاح بی‌پرده‌تر میگفت، میگفت که به مقایسه اورس‌ها، به قول معروف یا روس‌ها، رو وقتا اورس میگفتند. عزیزان، اینا مردمانی بودن که خود به محک اعتبار سنجی بزرگان، بزرگان دین میسنجیدن و بر خود اعتبار قائل بودن. وقتی اینا از حضرات ابوبکر و عمر و عثمان و علی و صدها صحابه کبار، اینا تاریخ پیش از نام مشخص بود، خود بزرگ محک میسنجیدند، اعتراف میکردند که ما مسلمان های کامل نیستیم و باید چکار کنیم؟ عطف توجه به انیم بازگشت به سمت خدا بکنیم. در برنامه قبلی از آن پیرامون جایگاه خود امو اخلاق به انسان ما صحبت کردم، اما آنچه که بسیار مهم است در یک کلمه که پیامبر اکرم با این شأن و شکوهی که داره، با این مقامات که داره، که بعد از خدا بزرگ توی قصه مختصر، رسالت خود پیامبر در یک کلمه خلاصه میکنن که انما بعثت معلما و انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. من به صفت یک معلم آمدم تا مکارم اخلاقی رو به پای خود اتمام و کمال برسانم. ببینین، اول سر تعظیم به مقام والای همچو پیامبر فرود میاریم که خود به صفت معلم معرفی میکنه، و سر تعظیم به مقام والای تو معلمی که با شکم گرسنه اما با قلب آگنده از مهر و محبت نسبت به خدا، حبیب خدا، و این آینده سازانی که به عنوان شاگردان مکتب نشسته هستند، ما این سر تعظیم فرود میاریم و میگیم که خداوند مزد تو هیچ وقت ضایع نمیکنه، که تو جانشین پیامبر هستی، تو با رفتن به سر صنف و به سر صنف مکتب و مدرسه واقعا جهل و ظلمت در از صفحه علمو روح و قلب انسانه، به اصطلاح همو شاگرده که داری ایر بر میداری و به عوض بذر علمو تخم محبت و شفقت میکنی. وقت پیامبر اکرم میگن اولین وظیفه ایمه به اتمام رسوندن خودم مکارم اخلاق است، ما بیایم بسنجیم که از این اخلاق پیامبر چقدر بهرمند شدیم. اگر با اخلاق هستیم، پس مشخص است که بر مزرعه روح و دل ما چی شده؟ تخم اخلاق توسط پیغمبر کاشته شده و این است که اعمال ما چی است؟ انسانی است و رحمانی. و اگر اخلاق نداریم، مشخص است که ما از پیامبر چی کردیم؟ فاصله گرفتیم و دور ماندیم. معراج انسان. عزیزان بیننده، باید بدانیم و اعتراف بکنیم و اذعان بداریم که مسلمانی به اسم شده نمیتونه. مسلمانی به رسم است، به گفتار است، به اعمال است و به انمو پندار و انمو نیتهای خوب یک انسانی که خودم مسلمان داره. امروز در حالی که ما از هر چهار نفر، از هر چهار نفر انسانهای روی دنیا یک نفر ما مسلمان داریم، چون یک بر چهارم حصه خود نفوس دنیا مسلمان ها تشکیل میدن، در میان این انسان ها الحمدلله به فهوای حدیث حضرت سرور کائنات ما داریم کسانی که پیامبر فرمودند اگر تمام دنیا چی فساد برداره، هستن در میان امت ما تا روز محشر کسانی که اینا به هیچ عنوان دامن به گناه و معصیت تر نمیکنن. ما خوشبختانه هنوز الگو خدا داریم، هنوز کسانی دارم که اینا انسان‌های کامل هستند و اینا جز شؤون و اعتبارات جهان اسلام هستند که به مقام والای اینان هم ما سر تعظیم فرود میاریم. در حالی که از هر چهار نفر روی دنیا یک نفر ما مسلمان داریم، که از ذی سعادت ما به گفته او شاعر که دین تو گرفته قاف تا قاف جهان، این دین ما، این مکتب ما و این آیین ما برگزیده خود چیست؟ خداست. به این معنی که خود اسلام انتخاب خداست که خداوند ایره چی کرده؟ انتخاب کرده و خداوند راضیست از خود کسانی که در خود دین مبین اسلام اینها هم ادای دین میکنن و هم اینها انمو اعمال و گفتار و رفتار خود انسانی و رحمانی میسازن. حضرت مجدد الفسونی حرف بسیار مقبولی دارن به ارتباط تعریف از مقام اسلام و مقام انسان مسلمانی که در این دین ثبت نام کرده. اونا میفرمان که بدانید که مجدد میفرمان که بدانید که کتاب محمد
پیغمبر آخر زمان صلی الله علیه و سلم جامعه فرازهای شرایع کتابهای 124 هزار پیغمبر ما قبل است. چرا؟ چون خدا میگه که الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. امروز دین به پای اکمال رسید، کامل شد، نعمات مادی و معنوی هم به پای اتمام رسید و خداوند رضایت خود نسبت به این دین چی میکنه؟ بر ما مسلمان ها اعلان میکنه که زی سعادت ما. از منظر خود روانشناسی مسلمان چی جایگاهی داره و اسلام چقدر مجد و عظمت داره؟ روانشناسی حکم میکنه که اطمینان قلب انسان در گروه ارتباط با عالم بالاست. چرا؟ چون این قلب از عالم بالاست، از جمله لطایف عالم امر است. این قلب به هیچ چیز آرامش پیدا نمیکنه مگر در این که انوار از عالم بالا بر این چی بشه؟ مستولی بشه. الا به ذکر الله تطمئن القلوب. خداوند میگه که اگر میخواهیم که این قلب شما آرامش پیدا بکنه و اطمینان، با ذکر خدا شما مستدام باشیم، که ذکر و انمو عبادت و طاعت میتونه که بر اطمینان قلب های ما چکار کنه، بیفزایه و نقطه عطف باشه. در اروپا عزیزان تحقیق صورت گرفته که مرگ و میر 60% جوانها ناشی از چی است؟ از سکته های به اصطلاح قلبی و مغزی است. بعد از اینکه اینا تحقیق کردن که چرا اینا سکته میکنن، مشخص شد که یک ماده است در وجود هر انسان که وقت او به فوران بیایه، به جوش و خروش بیایه، تاثیرات منفی خود به سر خود علیمون مغز یا قلب انسان میگذاره که سرانجام به چی منتج میشه؟ به خود سکته های مغزی و قلبی. وقت ایر تحقیق کردن که چی وقت او فوران میکنه، انمی است که میگن وقتی یک جوان با شهرت و شهوت به طرف یک به اصطلاح کس نامحرم نگاه میکنه و به قول معروف این دست از بزون نمیرسه و به همو مقاصد که داره این نایل نمیشه، تأثیرات منفی که در ای به بار میآیه، ای باعث از این میشه که بر مغز انسان و بر خود قلب انسان تأثیرات منفی بگذاره. خیلی جالب است، اونها میگردن که چی راه پیدا بکنم که دیگه به اصطلاح جوان سکته نکنه، دیگه به اصطلاح اونها به مرگ و میر جوانها مواجه نشن. اما دین کامل ما، قرآن عظیم و شأن ما که کلام خداست، 1400 اند قبل میگه که ای پیامبر، قل للمؤمنین، بر خود مؤمنان بگو که اینها یقد من ابصارهم، چشمهای خوده، نگاههای خوده، از خود چهرههای خود نامحرمان چکار کنن؟ پایین مندازن. یعنی وقایع آسانتر از تلویز عزیزان. وقتی خدا میگه که ای پیامبر برای مسلمان ها بگو که اینا وقتی نامحرم رو میبینن پایین بنگرن. امروز جامعه اروپا اینها به این نتیجه رسیدن که اگر انسان پایین بین باشه نه بالا بین، پس مشخص است که از سکته های مغزی و قلبی چی میشه؟ جلوگیری میشه. عزیزان، اسلام دین انسان و مسلمان هست و خوشبختانه که این دین برای سیاست ما، برای اقتصاد ما، برای اخلاق ما، برای اجتماع انسانی و زندگی ما، برای دنیای ما، برای آخرت ما، برای همسایه ما، برای فرزند ما، برای مسائل ازدواج ما، برای راه رفتن ما، برای خوردن ما، برای خوابیدن ما چی داره؟ پیام داره. وقتی به جزئیات دین شما بیشتر عطف و توجه بکنین، خیلی جالب است که برای تمام زوایای زندگی، برای تمام زوایای تاریک زندگی، نور ارشادی خداوند و ارشادات حضرت حبیب خدا وجود داره که اگر در پرتو انوار آیات الهی و احادیث نبوی ما زندگی خود به اصطلاح به پیش ببریم، مشخص است که هیچ وقت ما با قهقرا و پرتگان نمیفتیم عزیزان من. اما مشکل اساسی ما این است که ما مسلمان تقلیدیم، نه مسلمان چی تحقیقی. خدا خان تا خدادان فرق دارد. کسانی که خدا خدا میگن تا کسانی که خدا رو میشناسن و معرفت حاصل کردن چی هست، اینو فرق دارن. بگفتیم مولانا که مرد میراثی چی داند؟ قدر مال. عزیزان، اسلام دین شفقت و مهربانیه. وقت عبدالله داخل خود مسجد میشه، پیامبر ببینن که آستین از قچی کرده است، پرسان کردم که چی کردی یا عبدالله؟ گفت هوا سرد بود، میخواستم به اصطلاح بالا پوش خود بپوشم به مسجد به نماز بیام، اما گربه باله خود هنمو آستین خود بالا پوش خوابیده بود. ما از جایی که شما تاکیدای داشتیم که انسان مسلمان نه تنها بر انسان ها که بر حیوانات و بر پرندگان هم شفقت و مهربانی میکنه، ما او رو قچی کردم، گفتم ای گربه تو بخواب و ما میریم به نماز. پیامبر بر او لقب دادن که تو ابو هریره هستی، یعنی پدر مهربان گربه هایی که نمیخوای گربه ها دست چی بشه؟ آزار و اذیت بشه. برای همسایه یهودی بایزید بستامی گفتن که ای یهودی بیا به حریم دین مقدس اسلام. گپ بسیار مقبولی زد.
گفت وقتی من مسلمانی و مهروورزی و شفقت خود کیر میبینم بایزید بستامی سلطان عارفینه. ما واقعا اگر پدرم از بقول معروف از خاک دوباره زنده شه این کارو ما کرده نمیتونم، اما به بعضی از شما مسلمانا که سعی میکنم زندگی من خله چی داره نسبت به شما شان و شکوهی داره که دروغ نمیگم، همسایه آزاری نمیکنم، غیبت نمیکنم الی آخر. اینها واقعا به وجود انسان ها این حرفا چی میکنه تاثیرگذار است که بیایم ما انتباه بگیریم. گپ بر بسر جمع نمیکنم میزبان بیایم که ما معنا و مسئولیت مسلمان بودن رو بفهمیم، معنا و ارزش و جایگاه و مقام مؤمن بودن رو بفهمیم و ما خود به عنوان آزین ببندیم که گفتار ما، رفتار ما، پندار ما کلن چی باشه؟ اسلامی باشه و رحمانی باشه. بیایم که زندگی مؤمنانه داشته باشیم، بیایم که زندگی به حیث یک مسلمان واقعی داشته باشیم، نه افراط قبول کنیم نه تفریط. در بین به گفته حضرت عطار میان مسجد و میخانه راه است، او خو اشاره حرف دیگه دارن. اینجی بیایم ما که از افراط هم گریزان باشیم و از تفریط هم ما راه اعتدال بگیریم که در دین ما از جایگاه خاصی برخوردار است. عزیزان بیایم که پیرو پیشوا و سردار مسلمانان جهان پیامبر عظیم شان اسلام محمد صلی الله علیه و سلم باشیم. وقتی ما پیرو شدیم، وقتی ما مطیع شدیم، مشخص است که پیامبر دست ما را گرفته و ما را از صراط المستقیم عبور میده و به رحمان میرسانه که دنیای ما را هم تضمین میکنه و آخرت ما را. بیایم که عقاید و باورها را پاک بسازیم، بیایم که دانش و شناخت اسلامی خود را بالا ببریم. ما تقلیدی مسلمان نباشیم. از روی دانش، از روی بینش، از روی اعتقاد و باور مسلمان باشیم که آغازگر دین ما کلمه اقراز که دانش و علم چقدر جایگاه در قاموس دین ما داره. بیایم که در رسم مسلمان باشیم نه در اسم. بیایم که دنیا و آخرت خوبی داشته باشیم. بیایم انصاف کنیم که با کفن ساخت خارجی بروز حشر به پیشگاه پیغمبر به خاطر شفاعت چگونه استفاده بشیم. پیامبر واقعا برای ما چی خواهد گفت که شما به سمت خودکفایی نرفتیم؟ دین گفت که لیس للانسان الا ما سعا. اصلا و ابدا کسانی که واقعا خودکفا نیستن اینا مسلمان های کامل ما نیستیم دیگه. اگر مسلمان کامل باشیم باید ما چی باشیم؟ تمام نیازها خودم مرفوع بکنیم که دست ما به سمت اینان دراز نباشد. چرا فکر به احوال وطن نیست؟ به سر فکر برای علم و فن نیست. اگر از اجنبی جنس نیاید به زنده جامعه با مرده کفن نیست. بیایم که رحم و شفقت با زن و فرزند و همسایه و قوم خویش همه مردم داشته باشیم و اگر یک حدیث پیامبر بر خود الگو قرار بدیم دین ما خوب است و آخرت ما و ما مسلمان واقعی هستیم که چیزی که بر خود نمیپسندیم بر دیگران نپسندیم و هر چیزی بر خود میپسندیم بر دیگران بپسندیم. بیایم که از همین لحظه تصمیم بگیریم برای ایجاد تغییر مثبت در گفتار و رفتار خود و جمله کسانی باشیم که در لیست مسلمانان پاک دل ثبت نام بشیم و در روز حشر هم در صف مؤمنین و مسلمانان پاک طینت چی بشیم؟ استاده بشیم. مرد ما در صف مردان مسلمان، زن ما در صف زنان مسلمان، در دنیا هم ثبت نام بکنیم و در آخرت هم از جمله کسانی باشیم که از جمله نجات یافتگان باشیم. به همچی امیده و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر، کز دی و دد ملولم و انسانم آرزوست. زین همراهان سست عناصر دلم گرفت، شیر خدا و رستم دستانم آرزوست. معراج انسان نهایی ترین هدف نظام تعلیمی و تربیتی اسلام عزیز در این است تا انسان با اخلاق تقدیم جامعه کامل و هدفمند انسانی گردد. برنامه پیرامون شناخت جایگاه و مقام انسان.